درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ی مهمترین خبرها. 4 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در ایران، تبلیغات نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان ادامه دارد. با شروع بیماری تب دنگی در ایران، 90 تن مبتلا و 3 تن کشته شدند. قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 61,000 تومان افزایش یافت. واکنش ها به آزادی حمید نوری از زندان سوئد همچنان ادامه دارد. روسیه در پی حمله موشکی اوکراین به کریمه، سفیر آمریکا را احضار کرد. به دنبال حمله افراد مسلح در داغستان روسیه، 15 مأمور پلیس و چندین غیر نظامی کشته شدند. عربستان سعودی مرگ بیش از 1300 زائر بر اثر گرما را تایید کرد. اپل از سوی کمیسیون اروپا به نقض قوانین بازار دیجیتال متهم شد. و تمایا پری بازیگر فیلم سینمایی دوزان کارائیب هین موج سواری در هاوایی مورد حمله کوسه قرار گرفت و کشته شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 24 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 4 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. 4 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در ایران، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران و کانال تلگرامی سپاه قدس نتایج یک نظرسنجی را منتشر کردند که از سوی مرکز رشد دانشگاه امام صادق انجام شده و به ادعای آن میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 51.7% خواهد بود. این در حالی است که نظرسنجی دیگری مربوط به مرکز اسپا وابسته به جهاد دانشگاهی در همان روزها نشان می‌دهد که میزان مشارکت قطعی به 43.9% رسیده است. بخشی از این دو نظرسنجی که موجب نگرانی برخی از اصولگرایان شده، رشد آراء مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان است که 24.4% اعلام شده و او فعلا در صدر جدول است. حسین شریعت مداری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی خواستار ائتلاف بین نامزدهای اصولگرا در مقابل مسعود پزشکیان شده و گفته است اگر ائتلاف نکنید رهرو شهید رئیسی نیستید. محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در مناظره‌های انتخاباتی خود را ادامه دهنده شیوه حکمرانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین معرفی می‌کنند. به نظر می‌رسد که گرایش کلی این رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به محمد باقر قالیباف است که در نظرسنجی‌های مراکز وابسته به آنها در رده دوم است. در نظرسنجی دانشگاه امام صادق، محمد باقر قالیباف با 23.4% رأی و سعید جلیلی با 21.5% بعد از پزشکیان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. سه نامزد باقی مانده اصولگرا امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، مصطفی پور محمدی و علیرضا زاکانی روی هم رفته فقط 10% رأی دارند. احمد رضا حائری زندانی سیاسی در نامه از زندان قزلحصار کرج از کسانی که به گفته او امروز پرچم شعار فریبنده برای ایران را دوباره در دست گرفتند، خواست که با مشارکت در انتصاب رئیس دولت جدید جمهوری اسلامی به قاصدان آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت مشروعیت دوباره ندهند. حائری در این نامه نوشت مردم دیگر بهتر می‌دانند قدرت حاکمه در جمهوری اسلامی رأی مردم را فقط به عنوان زینت المجالس حاکمیت استبداد دینی می‌خواهد و رئیس جمهوری در ساختار تحت امرش تنها نقش تدارکاتچی برای اجرای اوامر را دارد. این زندانی سیاسی با بیان روایت‌هایی از شکنجه خود و دیگر همبندی‌هایش در زندان‌های جمهوری اسلامی و یادآوری روز جهانی منع شکنجه در تقویم سازمان ملل نوشت
مشی اصلاح طلبی سیاسی نتوانست این دستاورد را برای ما داشته باشد که دست کم شکنجه نشویم. حائری که از اردیبهشت ماه سال 1402 دوران محکومیت 3 سال و 8 ماه حبس خود را در زندان قزلحصار کرج می‌گذراند، تیر ماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش در ایام حبس با پرونده سازی دیگری مواجه و به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شیوع بیماری تب دنگی از 90 مورد گزارش گزش پشه آیدس در ایران خبر داد. بهرام عین‌اللهی گفت که از این تعداد بجز 5 تن بقیه اخیراً به امارات سفر کرده بودند. وی از مرگ 3 شهروند در پی ابتلا به این بیماری خبر داد. به گفته عین‌اللهی، افرادی که به کشورهای حوزه خلیج فارس سفر می کنند باید در صورت داشتن علایم بیماری بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند. گزارش سایت ها و کانال های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می دهد که قیمت دلار در بازار آزاد به 61,000 تومان رسیده است. قیمت دلار که در روزهای گذشته در کانال 60,000 تومان بود، روز دوشنبه 4 تیر ماه وارد کانال 70,000 تومان شد و 61,000 تومان معامله شد. قیمت هر تکه طلای طرح جدید هم در این روز به 42 میلیون تومان افزایش یافت و هر گرم طلای 18 عیار هم 3,661,000 تومان معامله شد. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که افزایش قیمت دلار به دلیل بالا رفتن تقاضا در فصل تابستان و انتخابات ریاست جمهوری است. روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی در ایران 4 روز مانده به انتخابات آغاز شده است. در ادامه واکنش‌ها به آزادی حمید نوری از زندان سوئد، 13 گروه سیاسی و حقوق بشری فعال در کشورهای اسکاندیناوی به مماشات دولت‌های غربی با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در بیانیه این گروه‌های سیاسی و حقوق بشری خطاب به دولت‌های کشورهای اسکاندیناوی، 5 درخواست در این زمینه مطرح شده است. اتخاذ سیاست‌های مسافرتی جدید به ایران، افزایش هزینه گروگانگیری برای جمهوری اسلامی، تسلیم نشدن به خواسته‌های جمهوری اسلامی برای آزادی گروگان‌ها، مدیریت افکار عمومی و کنترل فشار رسانه‌ها و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی، این 5 درخواست را شامل می‌شود. خبرگزاری دولتی بحرین روز یکشنبه گزارش داد که ایران و بحرین بستر آغاز مذاکرات با هدف از سرگیری روابط سیاسی بین دو کشور توافق کردند. رخدادی که حدود 8 سال و نیم بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور به وقوع پیوسته است. این توافق در دیدار عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به دست آمده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که دیدار ارشدترین مقامات دیپلماتیک ایران و بحرین در پی دعوت علی باقری کنی از عبداللطیف بن راشد الزیانی برای شرکت در نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیا صورت گرفته است. علی حمیه، وزیر حمل و نقل لبنان، ذخیره و نگهداری سلاح‌های گروه شبه نظامی حزب الله در فرودگاه بیروت را تکذیب کرد. در شرایطی که نگرانی‌ها از بروز جنگ تمام عیار میان حزب الله و اسرائیل افزایش یافته، روزنامه تلگراف روز یکشنبه با انتشار مطلبی نوشت که منابع آگاه از رسیدن جعبه‌های بزرگ غیرعادی به فرودگاه لبنان خبر می‌دهند و از ارسال تسلیحات به لبنان با پروازهای مستقیم از ایران نگران هستند. این نشریه مدعی شد که گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد، موشک‌ها و تسلیحات نظامی را در فرودگاه انبار می‌کند. به نوشته تلگراف، این منابع به این دلیل موضوع را فاش می‌کنند که نمی‌خواهند یک فرودگاه غیر نظامی در معرض خطر انفجاری مانند آنچه در سال 2020 در بندر بیروت رخ داد قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بعد از انتشار این گزارش، علی حمیه، وزیر حمل و نقل لبنان، برای تکذیب کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد و مطلب نشریه تلگراف را مقاله پوچ خواند. بینندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه هشدار داد که خاورمیانه به مرحله گسترش درگیری نظامی به لبنان نزدیک شده است. بورل روز دوشنبه 4 تیر ماه پیش از نشست وزیران خارجه در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت خطر تاثیرگذاری این جنگ در جنوب لبنان و گسترش آن هر روز بیشتر می شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود ما در آستانه گسترش جنگ هستیم. حزب الله لبنان از گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی اندکی بعد از حمله گروه افراطی حماس به مواضعی در اسرائیل حمله کرد. حزب الله گفته است تا زمانی که آتش بس در غزه برقرار نشود این اقدامات خود را متوقف نخواهد کرد. روز دوشنبه 4 تیر ماه وزیر امور خارجه یونان هم در بد به ورود خود به بروکسل برای نشست ماهانه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به این تهدید از سوی رهبر حزب الله واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه یونان به خبرنگاران گفت تهدید یک کشور مستقل عضو اتحادیه اروپا کاملا غیر قابل قبول است. وزیر امور خارجه آلمان هم با ذکر اینکه وضعیت بین اسرائیل و حزب الله بسیار نگران کننده است، خبر داد که به زودی به لبنان سفر خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید نبردهای شدید ارتش این کشور علیه شبه نظامیان حماس در شهر رفح در جنوب غزه تقریبا پایان یافته است. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه 3 تیر ماه در اولین مصاحبه خود با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی بعد از آغاز جنگ با حماس در 15 مهر ماه سال گذشته گفت نیروهای نظامی به زودی در مرز شمالی با لبنان مستقر خواهند شد، اما برای اهداف دفاعی. او با بیان اینکه نبرد شدید علیه حماس در حال پایان است افزود این به این معنا نیست که جنگ در شرف پایان است، بلکه جنگ در مرحله شدید خود در رفح به پایان می‌رسد. در پی حمله موشکی ارتش اوکراین به خاک کریمه، روسیه سفیر آمریکا را به وزارت خارجه احضار کرد و واشنگتن را مسئول این حمله مرگبار به کریمه دانست. به گفته مقامات روسی این حمله منجر به کشته شدن 4 تن از جمله 2 کودک شده است. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که بلین تریسی فرستاده آمریکا گفته است که واشنگتن مسئولیت مشترکی با کیف برای این جنایت وحشتناک دارد و این حمله بی مجازات نخواهد ماند. ساعت پیشتر کاخ کرملین
ایالات متحده آمریکا را مسئول حمله اوکراین به کریمه با موشک‌های دوربرد دانست که منجر به کشته شدن دست کم 4 تن از جمله 2 کودک و زخمی شدن 151 تن دیگر شد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای تصویب 14 بسته تحریمی علیه روسیه را اعلام کردند. هدف از تحریم‌های تازه بستن برخی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها و ضربه زدن به صادرات گاز روسیه برای اولین بار است. در بیانیه آمده که اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین اعمال کرده و ناوگان مخفی کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع مسکو را که در حال حرکت در اروپا هستند و همچنین چندین شرکت را هدف قرار داده است. در حمله افراد مسلح به 2 کلیسای ارتدوکس، 1 کنیسه و 1 پایگاه پلیس در داغستان روسیه، بیش از 15 مأمور پلیس و چندین غیر نظامی از جمله یک کشیش کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در این حمله که از یک شنبه 23 جون رخ داد، مردان مسلح به سمت مردم در این مکان‌ها تیراندازی کردند. دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در این منطقه عزای عمومی اعلام شده است. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه این حملات را که در منطقه عمدتاً مسلمان نشین با سابقه شورش مسلحانه رخ داده اقدامی تروریستی توصیف کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی یک شنبه سوم تیر ماه یک کشتی باری یونانی را احتمالاً با پهپاد هدف قرار دادند که آسیب‌های جزئی به کشتی و خدمه آن وارد شد. به گزارش سنتکام، این کشتی ترانس ورلد نویگیتر نام دارد و با پرچم لیبریا از مالزی عازم مصر بود. بر اساس این گزارش، کشتی پوق با وجود وارد آمدن خسارت به بدنه و زخمی شدن برخی خدمه آن به مسیر خود ادامه داد. بیرند کنشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدریلا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دسواز زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلات سازی بدن و کاهش وزن.
برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه‌ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. شماری از چهره‌های سیاسی مخالف حکومت طالبان برای نشستی دو روزه در وین پایتخت اتریش گرد هم آمدند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی که به مبارزه چریکی با حکومت طالبان می‌پردازد هم در این جلسه شرکت کرده است. رنگین دادپرس پانتا وزیر خارجه سابق و محمد محقق از رهبران هزارهای افغانستان و فضل احمد معنوی وزیر عدلیه دولت پیشین از جمله شرکت کنندگان این نشست هستند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در فیسبوک نوشت که امروز برای چهارمین بار رهبران و نمایندگان بیش از 65 گروه سیاسی و مدنی در وین گرد هم آمدند تا برای یک آینده مردم سالار در افغانستان با هم کار کنند. این نشست دو روزه درست یک هفته پیش از مذاکرات دوحه برپا شده که در آن حکومت طالبان در تلاش برای مشروعیت بین‌المللی است. در پی آتش سوزی در یک کارخانه تولید باتری لیتیومی نزدیک پایتخت کره جنوبی دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند و 4 تن مصدوم شدند. آسوشیتد پرس گزارش داد که این آتش سوزی روز دوشنبه 4 تیر ماه در کارخانه‌ای واقع در شهر هواسونگ در جنوب سئول رخ داده است. رسانه‌های کره‌ای گزارش دادند که بخش زیادی از آتش سوزی مهار شده، اما علت دقیق این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه تخمین زده شده که 35,000 باتری در انبار طبقه دوم این کارخانه نگهداری می شد و انفجار این باتری ها باعث تشدید حریق شده است. عربستان سعودی رسما تایید کرد که در جریان مراسم حج امسال که در گرمای شدید برگزار شد، بیش از 1,300 زائر جان خود را از دست دادند و اکثر آنها مجوز رسمی برای انجام حج را نداشتند. رسانه‌های ایران هم روز شنبه دوم تیر ماه اعلام کردند که از ابتدای حج تمتع تا پایان جمعه اول تیر ماه در مجموع 17 زائر که از ایران به عربستان رفته بودند جان خود را از دست دادند. تامایو پری بازیگر فیلم سینمایی دزدان کارائیب هین موج سواری در هاوایی مورد حمله کوسه قرار گرفته و کشته شد. این اتفاق یک شنبه بعد از ظهر برای این بازیگر 49 ساله رخ داده است. تامایو پری که ناجی غریق هم بود در چهارمین فیلم از مجموعه دزدان کارائیب نقش آفرینی کرده بود. اپل تولید کننده گوشی های آیفون ممکن است با جریمه های بالغ بر میلیاردها دلار روبرو شود. کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل در بیانیه اعلام کرد که این شرکت آمریکایی قانون بازارهای دیجیتال را که از ماه مارچ گذشته به اجرا گذاشته شده در اپستور خود نقض کرده است. این قوانین برای نظارت بر شرکت‌های بزرگ فناوری و همچنین تضمین امکان فعالیت برای رقبای کوچکتر تصویب شده و به اجرا درآمدند. طبق ارزیابی این کمیسیون، اپل به شرکت‌های توسعه دهنده اپلیکیشن‌ها اجازه نمی‌دهد تا محصولات این شرکت‌ها از طریق فروشگاه‌های جایگزین خریداری کنند.
بینندگان عجبن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.